به نام خدای یکتای بی همتا، مفهوم هجرت در گذشته و اکنون. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم فرماید الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. ترجمه: اگر او یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را یاری نکنید، براستی که الله او را یاری کرد. آنگاه که کافران او را از مکه بیرون کردند، نفر دوم از دو نفری که آن دو در غار بودند به یار خود ابوبکر صدیق رضی الله عنه می گفت اندوهگین مباش، یقینا الله ما با ماست. پس الله آرامش خود را بر او فرو فرستاد و با لشکرهایی که شما آن را نمی دیدید او را تأیید و تقویت نمود و کلام و گفتار شرکی کسانی را که کافر شدند پایین قرار داد و کلام و آیین الله سبحانه و تعالی بالا و پیروز است و الله پیروزمند حکیم است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا است. اللهم صل و سلم و بارک علیه و علی آله و صحبه و من تبعهم به احسان الى یوم الدین. اما بعد، هنگامی که آزار و اذیت مشرکان بر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه افزایش یافت، پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال پنجم بعثت برای یاران خود اذن هجرت به سوی حبشه را صادر نمود و چنین فرمود: همانا در سرزمین حبشه پادشاهی وجود دارد که هیچ کسی در سایه حاکم فرمای او مورد ستم قرار نمی گیرد، پس شما به سرزمین او بروید تا خداوند برای حالت شما راه و گشایشی قرار دهد. پس برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم به این سرزمین هجرت نمودند و در بهترین سرزمین و نزد بهترین همسایه ها اقامت گزیدند و بر حفظ دینشان مطمئن شدند و پروردگارشان را پرستیدند تا خبر شدند که اهل مکه به اسلام وارد شدند. پس تصمیم گرفتند تا دوباره برگردند، ولی موضوع برخلاف آنچه بود که شنیده بودند و بار دیگر مورد اذیت و ظلم قرار گرفتند. برای بار دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشان اجازه هجرت به سوی حبشه را داد و در رأس مهاجرین حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه قرار داشت. وقتی قریش دانستند که آنها در جوار این پادشاه عادل با عزت و کرامت و آرامش زندگی می کنند، خواستند تا آنها را دوباره برگردانند. پس پیام رسانهای خیش را نزد نجاشی فرستادند و خواستند تا آنها یعنی مهاجرین را برایشان تسلیم نمایند. نجاشی برای فرستادگان قریش گفت: نخیر، سوگند به الله هیچگاه مردمی را به شما تسلیم نمی کنم که به سرزمین من پناه آورده اند و کنار ما را نسبت به دیگران برگزیدند، حتی که ایشان را نزدم می خواهم و از زبان خودشان می شنوم. سپس حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه استاد شد و افتراهای قریش را رد نمود و فرمود: ای پادشاه عادل، ما مردمانی بودیم که بت‌ها را می‌پرستیدیم، گوشت حیوانات خود مرده را می‌خوردیم، حرام خدا را حلال می‌پنداشتیم، اعمال زشت را مرتکب می‌شدیم، با محارم قطع صله رحم می‌کردیم، با همسایگان رفتار بد می‌کردیم، قوی ما ضعیف و ناتوان ما را می‌خورد. پس ما بر چنین حالت بودیم تا که خداوند متعال به سوی ما پیامبری از جنس خود ما فرستاد. نسب، صداقت، امانتداری و پاکدامنی او را می‌شناسیم، پس ما را به سوی خدا دعوت نمود تا او را به یگانگی بپرستیم و آنچه از چوب و سنگ و بت‌هایی را که ما و پدران ما می‌پرستیدیم را ترک نماییم و ما را به راستگویی، امانتداری، صله رحم، برخورد نیک با همسایگان، پرهیز کردن از حرام و خون ریزی دستور داده و از اعمال زشت و ناپسند، دروغگویی، خوردن مال یتیم، بهتان زدن به زن پاکدامن باز داشته است و ما را امر نموده تا خداوند را به یگانگی بپرستیم و به او هیچ چیزی را شریک نسازیم و ما را به ادای نماز، پرداختن زکات، گرفتن روزه دستور داده است. و حضرت جعفر رضی الله عنه همه احکام و امور اسلام را بر او برشمرد، سپس فرمود: پس ما او را تصدیق نمودیم و به او ایمان آوردیم و از دین او پیروی کردیم، پس خدا را به یگانگی پرستیدیم و به او هیچ چیزی را شریک نیاوردیم، حرام خدا را حرام و حلال او را حلال پنداشتیم. پس قوم ما بر ما تجاوز کردند و ما را مجازات و تعذیب نمودند و خواستند ما را در دین ما در فتنه بیاندازند تا ما را از پرستش خدای رحمان به پرستش بت‌ها و سنگ‌ها برگردانند.
و خواستند تا ما اعمال زشت را که مرتکب می شدیم دوباره مرتکب شویم، و زمانی که بر ما غلبه کردند و ما را مورد ستم خیش قرار دادند و میان ما و دین ما مانعی ایجاد کردند، ما به سوی سرزمین تو آمدیم و تو را بر دیگران ترجیح دادیم و خواستیم در پهلوی تو باشیم. ای پادشاه عادل، امیدوار هستیم تا نزد تو مورد ستم قرار نگیریم. پس نجاشی برایش گفت: آیا چیزی از آنچه که از نزد خداوند متعال برای راهنمایی شما نازل شده را با خود داری؟ جعفر رضی الله عنه فرمود: بله. نجاشی گفت: آن را برای من تلاوت کن. پس حضرت جعفر رضی الله عنه از یاد آیات را از سوره مریم تلاوت نمود. پس نجاشی به حد گریان کرد که ریشش از آب دیده تر گردید و همچنین کشیش ها نیز وقت آیات قرآن را شنیدند گریه کردند. سپس نجاشی گفت: سوگند به الله، این قرآن از مشکات بیرون می شود که از آنجا حضرت عیسی آمده است. ای قریش، بروید سوگند به ذات پروردگار جهانیان که هیچگاه ایشان را به شما تسلیم نمی کنم. براستی کسی که با چشم بینا پیرامون این دو هجرت به سوی حبشه بنگرد، به خوبی درک می کند که مسلمانان نخست از دار کفر به دار اسلام هجرت نکردند، زیرا قاعده کلی دفاع از وطن و عدم ترک آن برای ظالمی متجاوز می باشد، بلکه آنها از دار خوف به دار امنیت هجرت کردند، چون در آن زمان نجاشی پادشاه حبشه بر دین اسلام نبود، بلکه پادشاه عادلی بود که در پهلوی او دین، نفس، مال و جان مردم در امنیت بود. از همین جاست که گفته شده: همانا خداوند متعال دولت عادل را یاری می کند اگرچه حاکم آن کافر باشد، و دولت ظالم را نابود و رسوا می کند اگرچه حاکم آن مسلمان باشد. پس پادشاهی گاهی با کفر دوام می کند ولی با ظالم دوام نمی کند، اما دولت ستمگر هیچگاه برای ابد دوام نمی کند اگرچه حاکم آن مسلمان باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم پادشاه عادل را در روز قیامت در جایگاه بلند و در مقدم هفت گروه قرار داده است که در زیر سایه عرش خداوند متعال می باشند، در روزی که جز سایه عرش او هیچ سایه دیگری وجود ندارد. پس با عدالت پادشاه عادل همه مجتمع اصلاح می شود، و با ظلم پادشاه ظالم همه مجتمع فاسد می گردد. و زمانی که خداوند متعال به پیامبر خود اجازه هجرت به سوی مدینه منوره را داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم با تأیید و یاری خداوند متعال به قصد هجرت بیرون شد، زیرا هجرت تحولی مثبت برای ساختار دولت اسلامی، تحقیق همزیستی مسالمت آمیز، برادری، اتفاق و یکپارچگی بود تا پیامبر صلی الله علیه و سلم بتواند پیام پروردگار خود را به خوبی برای جهانیان برسانند. در این خصوص طوری که خداوند متعال می فرماید، ترجمه: اگر او، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را یاری نکنید، براستی که الله او را یاری کرد. آنگاه که کافران او را از مکه بیرون کردند، نفر دوم از دو نفری که آن دو در غار بودند به یار خود، یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه، می گفت: اندوهگین مباش، یقینا الله با ماست. پس الله آرامش خود را بر او فرو فرستاد و با لشکرهایی که شما آن را نمی دیدید او را تأیید و تقویت نمود، و کلام و گفتار شرک کسانی را که کافر شدند پایین قرار داد، و کلام و آیین الله سبحانه و تعالی بالا و پیروز است، و الله پیروزمند حکیم است. و در سال 8 هجرت خداوند متعال مکه مکرمه را برای پیامبر خود فتح آشکار نمود و مردم در دین خداوند گروه گروه داخل شدند. پس مفهوم هجرت از مفهوم تنگ و محدود به مفهوم فراخ و واسعه تغییر کرد، طوری که شامل همه نواحی زندگی گردید، چون پس از فتح مکه موضوع هجرت از یک دار به دار دیگر پایان یافت، پس از آن که انتقال کردن در وقت تنگنا و ناتوانی مطلب شرعی بود. چنانچه خداوند متعال می فرماید: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. همانا کسانی که فرشتگان جانشان را گرفتند در حالی که به خیشتن ستم کرده بودند، فرشتگان به آنان گفتند: شما در چه حالی بودید؟ گفتند: ما در زمین مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر سرزمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟ بنابراین جایگاهشان دوزخ است و بد جایی است دوزخ. پس از فتح مکه حکم هجرت بنابر فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم تغییر کرد. پس از فتح مکه هجرت نیست، بلکه تنها جهاد و نیت است. و زمانی که صفان ابن امیه ایمان آورد، در حالی که او در بالای مکه بود، برایش گفته شد: برای کسی که هجرت نکرده دینی نیست. پس فرمود: تا به مدینه نروم به خانه ام بر نمی گردم. پس به مدینه آمد و نزد حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه فرو آمد.
فرود آمد و سپس نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش گفت: ای ابا وهب، چی چیز تو را به اینجا آورده است؟ فرمود: میگویند برای کسی که هجرت نکرده دینی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای ابا وهب، به سرزمین فراخ مکه برگرد و بر ملت خیش مستقر باش، زیرا هجرت منقطع شده بلکه تنها جهاد و نیت باقی مانده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: مسلمان واقعی کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند، و مهاجر کسی است که از منهیات خداوند متعال هجرت کند. وقت موضوع هجرت مکانی از مکه مکرمه به مدینه منوره و پس از فتح مکه و انتها رسیده است، ولی همه مفاهیم نیک و بالای هجرت تا هنوز باقی و پابرجاست و این امری است که ما باید آن را حفظ نماییم. در واقع پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نموده است که هجرت حقیقی به معنای تحول و برگشت مثبت به سوی برتری و خوبی است، مانند تحول از بیکاری و تکاسل به سوی جدیت و کار و تلاش، و تحول از انتقام جویی، خودخواهی و تعصب جاهلی به سوی فداکاری، برادری، انسانی، صداقت، ایمان و باور داشتن به تنوع و حق انسان در آزادی اختیار، روابط نیک با همسایگان، کار و تلاش برای ساختار ایمانی و عملی و فکری و رفتاری و اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی انسان، ساختار سالم و مستحکمی که دولت را بسازد و تمدن را ایجاد کند و به منفعت همه بشریت بوده باشد و کرامت انسان را به حیث یک انسان حفظ کند، قطع نظر از دیانت و رنگ و زبان او. در واقع درک درست مفاهیم هجرت حقیقی که بر گذشت زمان منقطع نمی‌گردد، همان تحول از جهالت به سوی علم، از ضلالت به سوی هدایت، از بد اخلاقی به سوی اخلاق نیک و از فساد به سوی صلاح و اصلاح می باشد تا بتواند بر ساختار تمدن و اعمار جهان هستی کمک کند، زیرا دین ما دین ساختار و اعمار همه جهانی هستی است. خداوند متعال می فرماید: هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردنش گمارید. پس امت ما امت کار و تلاش است، نه امت تکاسل و تنبلی. امت آبادگر است، نه امت ویرانگر و تخریب کننده. امت تمدن و پیشرفت است، هیچگاه تخلف و عقبگرایی از نشانه های او نبوده است. پس بر هر مسلمانی که دین خود را دوست می‌دارد، لازم است تا برای تقدم و پیشرفت دین خیش و عزت وطن خود کار و تلاش نماید و از همه الوان ذلت و اختلاف و تندروی مانند هجرت به سوی گروه‌های تروریستی به وهم جهاد کاذب زیر بیرق‌های دروغ غرض‌آلود، یا مانند مهاجرت کردن غیر قانونی که باعث هلاک شدن و خاری و ذلیلی او می‌گردد، دوری نماید. زیرا مهاجرت غیر قانونی از ناحیه قانون جرم و از ناحیه شریعت گناه است، چون حرمت کشورها مانند حرمت خانه ها است، طوری که درست نیست هیچ کسی بدون اجازه به خانه کسی وارد شود. همچنین وارد شدن به کشوری بدون راه های قانونی و مشروع آن درست نیست، و همان طوری که هیچ کسی دوست ندارد کسی دیگری از راه های غیر قانونی وارد کشورش گردد، نباید خود او چنین کاری را انجام بدهد، پس از داخل شدن غیر قانونی به کشورهای دیگر بپرهیزد. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. اللهم صلی و سلم و بارک علیه و علی آله و صحبه اجمعین. برادران مسلمان، قابل یادآوری است که ماه محرم خداوند متعال یکی از ماهای حرام است و مستحب است تا به طور کل در آن روزه بیشتر گرفته شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: بهترین نماز پس از نمازهای فرضی نماز خواندن در نیمه شب، و بهترین روزه پس از روزه ماه مبارک رمضان گرفتن روزه در ماه حرام است، ماه محرم است، و به ویژه روزه روز عاشورا. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: روزه روز عاشورا از خداوند متعال امید برده می شود که گناهان سال گذشته را کفارت نماید. و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره تشریف آورد، دید که یهود روز عاشورا را روزه میگیرند، پس فرمود: این چه است؟ فرمودند: این روزی نیکی است، این روزی است که خداوند بنی اسرائیل را از شر دشمنشان نجات داد. پس حضرت موسی این روز را روزه گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: من به موسی نزدیکتر و سزاورتر از شما هستم. پس خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این روز را روزه گرفت و به روزه گرفتن آن دستور داد. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز عاشورا را روزه گرفت و دیگران را به روزه گرفتن آن دستور داد، گفتند: ای رسول خدا،
این روز را یهود و نصارا بزرگ میپندارد و روزه میگیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی سال آینده رسید ان شاء الله روز نهم را نیز روزه میگیریم، یعنی روز نهم و دهم محرم را با هم روزه میگیریم. پس روزه گرفتن روز دهم محرم سنت است و از تمام و کمال سنت این است که روز نهم آن نیز همراه روز دهم روزه گرفته شود. از خداوند متعال میخواهیم تا ما را به آنچه موفق بگرداند که دوست میدارد و از آن خوشنود میشود و سال جدید هجری را سال خیر و برکت و پیروزی و گشایش برای مصر و همه کشورهای اسلامی بگرداند. آمین یا رب العالمین.